This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما مقرر شده بود، تا اینکه پرهیزگار شوید. صدق الله مولانا العظیم. بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر، روزدار و کسایی که عید کردین، خدمت همه شما صمیمانه السلام علیکم و رحمت الله و برکات عرض می کنم و خدا را شکر گزار هستم که باز هم از طریق 72 برنامه اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما گرانمایه ها هستم. عزیزان گرامی، در جایی که من زندگی می کنم اونجا هنوز عید نیست و امروز روز 30 ماه مبارک رمضان است و آخرین روز ماه متبرک رحمت و فضل و کرم خداوند برای بخشایش گناهان ما، بر رحمت بر ما، بر رحمت بر عالمیان. عزیزان گرامی، پیش از اینکه برنامه را آغاز بکنم، شعری را انتخاب کردیم که خدمت شما پیشکش میکنم و حیث توفیه برای خداحافظی با ماه مبارک رحمت، مغفرت و نجات از عذاب دوزخ. شاعر بسیار زیبا میگه: افسوس که ایام شریف رمضان رفت، 30 عید با یک مرتبه از دست جهان رفت. هر روز ماه رمضان عید بود اگر ما بفهمیم. هر وقتی که در افطار با همدیگه یک جای می شدیم و با خرما و آب روزه افطار می کردیم، با هم می خندیدیم، با هم غذا می خوردیم و به امر ذوالجلال با بعد از یک آذان شام می شنیدیم، با گفتن الله اکبر و صبح روزه خود افطار می کردیم. در حقیقت یک نعمت بود. هر روز بر ما عید بود. 30 روز عید ما ختم شد. افسوس که 30 باره از این ماه مبارک از دست به یک باره چو اوراق خزان رفت. ببینین که عمر چطور برق وارد تیر میشه. یک روز اول رمضان بود و امروز 30 ماه مبارک رمضان است و ما 30 روز از حیات به حساب پربهای خود، ارزشمند خود از دست دادیم. شد زیر و زبر چون صف مژگان، صف طاعت، شیرازه جمعیت بیدار دلان رفت. دیده باشین در ماه مبارک رمضان صفها در مسجد ها پر می بود. زن و مرد همه به طرف مسجد می شتافتن. مگر آله آیست آیسته وقتی رمضان میره، امروش امو صفهای بسته ای که در وقت طاعت و بندگی، در دیگه وقت اگر ما توفیق پیدا نمی کنیم، در ماه مبارک رمضان می بینیم که دلها به هم نزدیک می شه، قلب ها با هم نزدیک میشه، چون شیاطین آفاقی بسته میشه. مسلمان ها توفیق بندگی و اطاعت و اتفاق اتحاد پیدا میکنن. بنان شاعر بسیار زیبا میگه: شد زیر و زبر چون صف مژگان، صف اطاعت، شیرازه جمعیت بیدار دلان رفت. و کسایی که برای تراویح 2 ساعت 3 ساعت استاپ میشدن یا قیام اللیل میکردن، شب تا صبح بیدار خوی میکشیدن، طاعت عبادت بندگی میکردن، چی به شکل دست جمعی در شبای قدر و چی به حالت حساب انفرادی، او همش او شکوه از بین رفت. بی قدری ما چون نشود فاش به عالم، ماهی که شب قدر رو بود نهان رفت. ما اگر شب قدر پیدا کردیم و اگر نکردیم، او ماه مبارکی که شب قدر، شبی که در او قرآن نازل شده،
شبی که به صبح یک شب برابر هزار ما عبادت به صبح اجر برای مسلمان ها داده میشه، او شب از پیش ما رفت. خوش به حال او کسایی که او شب پیدا کردن و در او شب با طاعت و بندگی و استغفار سپری کردن. با قامت چون تیر در این معرکه آمد، با قامت چون تیر در این معرکه آمد، از بار گناه با قد مانند کمان رفت. یعنی ما وقتی که ما نو میشم میبینیم که مثل یک تیر وار است نازک، و از شدت گناه ما شاعر میگه که مثل یک کمان واره از پیش ما جست و رفت. برداشت دوش همه کس بار گناه را. خوش به حال او کسایی که واقعا استغفار کشیده. خدا انشالله که ما را در صفه او کسایی که استغفار کشیده باشن و طاعت و بندگی خدا را در این ماه کرده باشن، ما را در او صف حشر بفرمایه و قبول بفرمایه. برداشت دوش همه کس بار گناه را، چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت. مثل یک باد واره سبک آمد و مثل یک کوه واره پر از بسا بار گناه های ما را که با استغفار با استغفار قلبی بسا او را خواستیم بشویم، بار گناه های ما را گرفت و رفت. از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب، از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب، آنها که به صاحب زبدا رمضان رفت. صاحب شاعر معروف میگه که اموطور که بساب یعقوب از رفتن یوسف اندوهین شده بود و دلش بساب، حتی میگه وداع رمضان از او کدام بر شاعر سنگین تر افتاده. عزیزای گرامی، عمر به می شکل تیر میشه و آیت مبارکی که بر شما گذاشتم، خداوند متعال جل جلاله فلسفه رمضان میگه ای کسانی که ایمان آوردین، بر شما فرض گردانیده شد رمضان، مثل که به امتهای پیشین فرض گردانیده شده بود، تا که شما پرهیزگار شوین. یعنی هدف نهایی بسا فلسفه روزه پرهیزگاری و تقوا است. آیا ما تانستیم در این ماه مبارک رمضان تقوا پیشه کنیم؟ آیا ما تانستیم او چیزی را که بسا خداوند به خاطر از او ما را بساب برای گرفتن امر ماه مبارک رمضان امر کرده بود، آیا ما تانستیم به او برسیم؟ اگر رسیده باشیم، خوش به حال ما، خوش به حال او آدمایی که بساب تانستن در این ماه متبرک تقوا پیشه بکنن. واقعا تقوا بساب غرض نهایی فلسفه عبادات است و مخصوصا عبادت روزه، که خداوند متعال میگه که همه عبادت ها را بساب بنده میکنه به خاطر تقوا. مگر این ماه ماه ما است و ای که به لب به خورد و نوش نمیزنه به امر من، این تقوا است. ما شما ببینیم حضرت آدم علیه السلام دقیقت اولین فرمان خدا، فرمانی که از نگاه شریعت بساب سر انسان نو انسان امر شده، در تقوا و پرهیزگاری است. حضرت آدم علیه السلام در بهشت امرای خانمش خداوند متعال گفت ببرین بگردین از هر همه نعمات استفاده کنین، مگر ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین. یعنی از همه چیز بخورین و بنوشین و عیش بکنین، مگر به این درخت نزدیک نشوین، اگر نزدیک شدین شما از جمله ظالمان خواهد بودین. و متاسفانه شیطان آدم علیه السلام و بی بی حوا به حساب خانمش فریب داد. اصلا هدف آمدن نو انسان برای جهان بود و ای دار ابتلا بود، لیبلوکم ایکم احسن عمل، که امتحان میکنه شما را تا ببینیم کدام شما خوبترین اعمال انجام میدین. یک بهانه شد، بهانه شد که آدم علیه السلام و بی بی حوا به مویت چیزی که نباید میکرد، اونا را شیطان تحریک و حریص ساخت که باید او را انجام بدن. یعنی فرمان تشریعی خدا را بساب حضرت آدم علیه السلام و بی بی حوا مادر ما و شما بساب اینا نتونستن که رعایت بکنن و از امو خاطر فتکون من از ظالمین شدن، از بهشت بیرون شدن، بیرون افکنده شدن و در اینا دنیا آمدن و اینا با
توبه و استغفاره که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا پروردگار ما، ظلم کردیم بر نفسهای خود و اگر خدایا ما استغفار میکشیم، اگر تو ما را نبخشی ما از جمله ظالمان خود بودیم، ظلم اول بر خود کردیم. وقتی یک شاگرد درس نمیخونه از زندگی را به حساب به لعو لعب و عیش و عشرت ظاهری تیر میکنه و در روز امتحان به حساب نمیتونه پارچه خود حل کنه و ناکام میمونه، در قدر خودش ظلم کرده بر خود. هیچ کس دیگه هم مسئول نیست. رب العالمین هم امیر میگه که شما را ما گفتم بسیار چیزهایی است که به حساب باید است. شما باید شکر بندگی مرا بکنین، باید نماز بخونین، باید روزه بگیرین، باید زکات بدین، باید حج برین، باید به توحید و وحدت و یگانگی ما و رسالت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشین. نباید ها بسیار محدود است. از جمله نباید ها یکیش اینمی است که ما پیروی نفس و شیطان نکنیم. در قد ماه مبارک رمضان ماهی است که ما نفس خود در وقت محدود در انضباط میاریم، از طلوع مطلع الفجر تا غروب آفتاب، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، از صبح صادق تا آذان شام ما انضباط میتونیم داشته باشیم. در حقیقت این ماه تصفیه و تزکیه نفس است، کنترل نفس است. با مقول مولانا که آب اندر پشت کشتی پشتی است، آب اندر بطن کشتی سبب هلاکتش میشه. اگر ما بر نفس خود کنترل داشته باشیم، ما میتونیم که کشتی روح خود با وادی سلامت و صراط المستقیم برسانیم. و اگر متاسفانه به حساب نفس بر ما غلبه کرد و این کشتی ما نه تنها که به حساب کشتی سوراخ میشه، آب در او داخل میشه و بالاخره به طرف هلاکت و سرنگونی ابدی که لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، ما را در اسفل السافلین خواهد کشند. خدا از جمله ما را نگردانه. عزیزای گرامی، برو کسایی که در این ما تصفیه و تزکیه نفس خود ارزش شفا میدن و ای ما را در عبادت و تقوی و پرهیزگاری سپری کردن، خوش به حالشان. بازم هیچ وقت مغرور به این نباشیم که ما کسایی بودیم که در این ما عبادت کردیم و او کسایی که عبادت نکردن نعوذ بالله اونا چی و چنان است. نه، ما نمیفهمیم. خداوند انشاءالله که عبادت های ما و شما را قبول بگرداند و بر ما توفیق بده که در کل زندگی خود ای 11 ماه دیگه اگر حیات بودیم تا به سال آینده که باز ماه مبارک رمضان میه، همیشه این انضباط و بالای نفس خود داشته باشیم. گفتم ما در برنامه های قبلی هم گفتم که فلسفه روزه جلوگیری از غذاهای مرئی نفس در اوقات معین است. در کشورهای مختلف اذان صبح زمان بساب سحور فرق میکنه. مثلا از ساعت 4 بجه در بعضی کشورها از ساعت 3 بجه در بعضی کشورها ساعت 5 بجه فرق میکنه، تا اذان شام که در بعضی کشورها 7-7:30 بجه است بعضی کشورها 8-9 بجه است. خوش به حال او کسایی که به امر پروردگار لب از خورد و نوش و جماع بستند، گوش از شنیدن گپای ناروا بستند و با زبان خود تسبیح خدا را گفتند، استغفر الله گفتن، خدا قبول بکنه، مغرور هم نباشن. ایره نگوین که ما کردیم عبادت فلانی ها نکردن. عبادت به جز خدمت خلق نیست و تسبیح و سجاده و دلق نیست. پیشتر برتان گفتم که ماه خدا، ماه رحمت خدا، ماه نزول قرآن برای تصفیه و تزکیه قلب ما و نفس اماره ما است. اگر ما به این معراج رسیده باشیم، خوش محال ما. کوشش بکنیم که این انضباط در 11 ماه دیگه هم نگاه بکنیم.
کوشش بکنیم که در 11 ماه دیگه که داریم اونمو معانست را که با قرآن داریم، اونمو معانست با دوستی را که در بساب ماه مبارک رمضان برای نماز تراویح داشتیم در طول عمر خود داشته باشیم. چی معلوم که آیا ما تا 11 ماه دیگه تا رمضان دیگه حیات می باشیم یا نمی باشیم؟ معلوم نیست. خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بکنه. بسیار کسایی بودن که در اون ماه مبارک رمضان زنده بودن، حیات بودن، خدا برشان توفیق بخشیده بود و اونا بندگی خدا را کردن. بسیار کسایی هستن که در این رمضان در جمع ما نیستن. اولا لازم میبینم بر شهدای مظلوم افغانستان که در طول 50 سال تقریبا نیم قرن به ویژه بعد از کودتای خونین هفت ثور که در این هفته بساب هفت ثور و هشت ثور که اردوش پیامدهای بسیار ناگوار و زشت و بساب بدعت خونریزی و قتل و وحشت و برادرکشی را در افغانستان تحت آب گذاری کرد، برای اول بر شهدای مظلوم و گمنام افغانستان که در هفت ثور توسط کمونستا و در هشت ثور در اثر بی‌اتفاقی تنظیما شهید شدند، برای اونا اتحاف دعا میکنم خداوند روحشان شاد داشته باشه. بعد از او هم برای او شهدای مظلومه که در طول 20 و چند ساله که از لشکرکشی امریکا و اشغال و در جنگ برادرکشی بین دولت افغانستان و طالبا شهید شدن، خداوند روح از او سربازا و افسرا و پلیس و اردوی ملی افغانستان و دیگه شهدای مظلومی را که در هر دو طرف کشته شدن روحشان شاد داشته باشه. خدا به حرمت این ماه مبارک خداوند به صبر جمیل به خانواده های مظلوم داغدار و عزادیده ای که مخصوصا در این ماه مبارک رمضان در دشت برچی، در مکتب، در مسجد، در خانقا، در قندوز، در خانقا، در شهر کابل، در چاره علاودین شهید شدن، خداوند روحی شهدای پاک افغان شاد و خرم داشته باشه. خوش به حالشان که در وقت تسبیح خدا، در وقتی که بساب در ماهای مبارک، ماه رحمت، ماه خدا، در خانه خدا توسط خدا ناترسا، ظالما، دشمنای اسلام، اینا دوست اسلام نیستن، اینا دشمنای عقیده اسلامی هستن. هیچ کس نمیتونه بگویه که اینا به نام دین میتونن که مسلمانه بکشن. هی دین و آینه و مخصوصا دین مقدس اسلام ای حق مسلمان کشی رو برشان نداده. ما اینا رو مسلمان نمیدانم، اینا بی خدا هستن، اینا ملحد هستن. خداوند یا هدایتشان کنه یا به اشدترین عذاب خود مثل که امیال روسا رو گرفتار کرده خدا گرفتارشان بسازه. و همون دعای حضرت نوح علیه السلام بس پیشکش میکنم که خدایا لا تذر، خدایا در روی زمین از کافرین، از ملحدین، از او کسایی که تیشه بریشه اسلام میزنن احد را نگذار. و امو دعای مخصوصه که رحمت است در این ماه مبارک پیشکش میکنم که خدایا به گل روی حبیبت، به گل روی تمام شهدای مظلوم افغانستان، خدایا به گل روی کلی نیکا و نیکای بارگاه عظیم سبحانت، خدایا طوفان رحمت تنازل کو. چیزی که حضرت علامه سید فیضانی 50 سال مکمل شب روزی دعا را میکرد، خداوند یا وهاب الملک القدوس، اما طور که در زمان نوح علیه السلام با آوردن طوفان غضب خود شیاطین خوشحال ساختی، الهی برعکس از او طوفان رحمت تعال نازل کو که تمام اولیا، انبیا، شهدا و صالحین شاد شوند. شما میبینین هر جایی که انسان کشته میشه، هر جایی که مسلمان کشته میشه، شادیانه در کره شیاطین بپا میشه، جشن میگیرن. مسلمان توسط مسلمان کشتم، من نمیفهم. به نظر من ای خو اید نیست، اید وقتی است که انما المؤمنون اخوتون، برادرها و خواهرای مسلمان با همدیگه بساب امت اسلام برادر خواهر هستن. ما چطور عید کردن میتونیم که در خانواده های عزیز مسلمان ما
سالهای سال است که حتی در حرمت ماه مبارک رمضان نمیفهمن و در اونجا گیلم غم استوار است. یک تعداد در شفاخانه ها جان میتن، یک تعداد به حساب در پریشان و روزگار هست که یک لقمنان برای افطار خود نداره. ما چطور عید تجلیل میکنیم؟ ای کدام عید است؟ به نظر من ای عید نیست، ای افطار رمضان است. عید وقتی است که همه مسلمان ها با خوشی و محبت همدیگر را در آغوش خود بگیرن و بگویند که واقعا ما از یک امتحان بزرگ خداوندی سرفراز بیرون شدیم، که او امتحان امتحان نخوردن، ننوشیدن و تقوا و پریزگاری کردن است. ما در امتحان کامیاب شدیم. آیا او کسایی که دست به خون و قتل و جنایت میزنن اونا در امتحان کامیاب هستن؟ نه، هرگز نیستن. آیا مایی که بی‌تفاوت میباشیم و نمیتونیم که بساب حداقل به زبان او را تقبیح میکنیم، در عمل نه دست تعاون برای او غریب و بیچاره دراز کرده میتونیم نه از دلشان میهیم، آیا ما به تقوا رسیدیم؟ یکی از صفتهای خداوندی نخوردن، ننوشیدن، نخوابیدن است. در این ماه مبارک رمضان ما یاد میگیریم که صفتهای خدایی را در خود در وقتهای محدود پیاده بکنیم. ما نمیتونیم در 24 ساعت بکنیم، فقط در وقت محدود تا به تقوا برسیم. و این تقوا وقتی میرسه که ما به فلسفه عبادت بفهمیم. خداوند به نخوردن و نروشیدن ما ضرورت نداره. در حقیقت گفتم بازم فلسفه تزکیه نفس است. نفس خدا باید پاک بکنیم. چرا میگه که هر قدر که ما شما در نفس بسا خوردن غذاهای مرئی نفس افراد میکنیم، اونمو قدر در غذاهای غیر مرئی نفس هم برای ما بسا افراد بوجود میایه. در این ماه مبارک رمضان دوستای بسیار گرانمایی خود از دست دادیم. در خانواده ما خدا روحشان شاد داشته باشه. کسایی که هیچ باور ما نمیامد، بسیار جوان بودن، حق زندگی داشتن، خدا میمان خود ساختشان. خداوند جنت های الان نصیبشان بکنه. خوش به حال او مسلمان هایی که در این ماه مبارک با زبانشان بساب با تسبیح خدا، قلبشان با خشوع و خضوع و بساب جوارحشان از گناه پاک به طرف ذوالجلال رفتن. الموت جسر الحبیب الی الحبیب. مرگ پولیس که دوست به دوست وصل میکنه. خوش به حالشان که در ماه دوست پیش دوست رفتن. ماهی که خدا میگه که اجر هر عمل خیر شما در این ماه خودم مستقیم پاداش میتم. خوش به حالشان. خداوند روح تمام شهدای گلگون کفن افغانستان و مخصوصا شهدای مظلوم این ماه مبارک شاد و خرم داشته باشه و درجات بهشت برین نصیبشان بگردانه، مقام قرب خدا و دیدار خدا نصیبشان بگردانه و فامیله های مظلومشان صبر جمیل عنایت بفرمایه. قلبا من عزادار استم عزیزا و من نمیتونم عید تجلیل بکنم، نمیتونم بر شما عید تبریک بگویم. ای عید خونین، ای عید خونینه که کسایی که سر قدرت اصلا ادعا میکردن که ما صلح و امنیت سرتاسری آوردیم، در این روح سه ماه مبارک رمضان ضعف امنیتی از یا ثابت شد که چقدر لاف زدن آسان است، چقدر به زبان ادعا کردن آسان است، مگر در عمل در طول یک ماه مخصوصا در دهه رحمت و مغفرت پشت انفجارات و انتحارات ای چی معنا داره؟ یعنی این معنای ازی داره که هر جایی که افغانها جمع میشن اینا نمیخواین که افغانها متحد شوند، بگرد دین جمع شوند، بگرد دانش جمع شوند. بناهن مراکز تعلیمی، مراکز اجتماعی مسلمان ها را که مسجد و تکیه خانه و خانقا است هدف قرار میدن. کجای عمل اسلامی است؟ خداوند هدایتشان کنه و معلوم میشه که هدایت نمیشن و اونا یاد گرفتن یه به حساب پدیده شومه، اینا یاد گرفتن که از طریق انتحار و انفجار ما هم باید به قدرت برسیم. یک تعداد رسید
آل نوبت ما است. ما هم بم چسبکی میمانیم، ما هم بسا بم انتحاری میکنیم تا که به قدرت برسیم. وقتی که قدرت رسیدیم باز میگیم آل صلح امنیت است چون ما را کس نمیکشه. به هر حالتش باشه خداوند انشالله که بسا طاعت های عبادت های همه ما و شما را قبول و منظور بگردانه و دروازه رحمت خدا بروی امتای مسلمان و مخصوصا ملت مظلوم بی نوا بی سرپرست بی یار بی آور و بی رهبر افغانستان باز بکنه. خیلی بسیار غمگین استم عزیزای گرامی، خیلی متاسف استم و دعا میکنیم کل ما و شما که خدایا پروردگارا دروازه های رحمت تا باز کو یا الله، دروازه های رحمت و غفوریت و کریمی و ستاریت تا باز کو. میگه چو دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خیش را گم کند. خدایا ما را بس گناهان ما اثر تقصیرات ما و امت اسلام و ملت مظلوم افغانستان خدای تو درگذر. الهی به حرمت این ماه مبارک خود از خطاهای ما درگذر. دعاهای ما را قبول کو، طوفان رحمت را نازل کو یا الله. توبه کردیم به توبت نصوحا الهی از همه گناهایی که عمدن و سعوان کردیم یا خطاان کردیم، گناهایی که قصدی کردیم و گناهایی که ندانسته کردیم، الهی خداوند از سر تقصیرات ما بگذر. به حرمت این ماه مبارک و این روز آخرین روز ماه مبارک الهی خدای ما رو به درجه تقوا که تو گفتی خدای برسان. الهی به ما توفیق بده که در 11 ماه آینده اگر حیات بودیم و سعادت دریافت رمضان آینده را داشتیم، این تقوا را حفظ بکنیم. در خوردن غذاهای مرئی نفس افراط نکنیم، غریبا را به یاد خود بیاریم. و در خوردن غذاهای غیر مرئی نفس همیشه انضباط داشته باشیم و کوشش کنیم پرهیز کنیم. ببینین عزیزا، وقتی که یک دکتر میگه که شما مقدار شکر خونتان یا چربی خونتان بلند است، از اینی چیزا پرهیز کنین، بازو نمیگه برای 1 ماه 2 ماه، میگه تمام عمر. اگر میخوایی که جور باشی و صحت باشی و سلامت باشی و اگر میخوایی که تو به توسط سکته مغزی یا سکته قلبی از دنیا نری، پس بهتر است که تو تقوا پیشه کنی، تو از این چیزها پرهیز کنی. آل ما هم باید تمام عمر خود تقوا پیشه کنیم تا 11 ماه دیگه از این تقوا یاد بگیریم، از این تمرینی که در طول 1 ماه کردیم یاد بگیریم که خدایا پروردگارا از سر تقصیرات ما درگذر. با ما توفیق بده که تقوا را در طول عمر خود داشته باشیم و با خود بساب تمرین کنیم و ایره همیشه بساب الگوی خود قرار بدیم. عزیزای گرامی، ما خوش هستم که شما عزیزارا یک بار دیگه هم از طریق برنامه اسلام و زن زندگی میبینم، مهمان خانه شما هستم. اگر عفو تقصیرات میخوایم، ما قصدا خدا نخواسته نخواستیم که خطا بکنم. اگر خطای از ما سر زده در طول عمر، چی در برنامه چی در غیر برنامه، عزیزای گرامی که از من خفه باشن، از کل شما تقصیرات میخوایم، از شما همتون معذرت میخوایم. خدا شما مرا ببخشین تا خداوند مرا ببخشه. همه ما و شما باید از یکدیگه خود عذر بخوایم. هیچ انسان از سهو و خطا بیرون نیست. ما آمدیم در این دنیا که خدا دریای غفوری و غفاریت خدا به تلاطم بیاره. ما نامدیم که اگر ما خطا نمی کردیم پس یه صفت غفوریت و غفاریت خدا، رحیمیت خدا در کجا آشکار می شد. آفریدم تا جودی کنم نه آن که سودی کنم. ما را خدا آفرید تا خطا بکنیم که جوادیت خدا، غفوریت خدا، ستاریت خدا، رحیمیت خدا آشکار شود. ایس اوصافه که انسان به آسانی او را نمیتونه داشته باشه. انسان در مقابلش که بدی کنی بدی میکنه. او خدا است که بدی را با خوبی معاوضه میکنه. او خدا است که میگه شما 1 ذره نیکی کنین، مور 7 چند، 70 چند، 700 چند، حتی در این ما از
از آب مضاعف بر شما اجر میدم. چرا ایمان مهم است. خدا به ما توفیق نصیب بکنه که فلسفه تقوی را یاد گرفته باشیم. عزیزای گرامی، ای عبادت رمضان روزه عبادت است که ما و شما دیگه عبادت ها را که میکنیم مردم میبینه. ما میریم حج، ما نماز میخوانیم تا بالا میشیم، مردم میبینه. ما به حساب زکات میتیم، مردم میبینه. روزه را هیچ کس نمیبینه. این بین بنده و خدا است. تا وقتی که کسی نپرسه و خودتان نگوین که من روزه دارم، کس نمیفهمه شما روزه دارین. بنابراین این یک ممیزه بسیار خاصی از عبادت روزه است. عبادت روزه از این خاطر فضیلتش زیاد است. لعلکم تتقون، تا شما پرهیزگار شوین. خداوند ما را در صف پرهیزگارا، در صف صالحین، در صف صاحب شهدا و مرسلین، در صف بساب او کسایی که خدا از اونا راضی هستن و اونا از خدا راضی است، خدا ما را حشر بفرمایه. ما روح همه متوفق شده ها را شاد می خواهیم، درجات عالی در بهشت برین برشان می خواهیم، مخصوصا او کسایی که در این ماه مبارک رمضان به دیار حق شدافتن و دایی عجل لبی گفتن. انا لله و انا الیه راجعون می گویم. شهدای مظلومی که در این ماه مبارک رمضان در مکتب، جوانکای ما در مکتب جام شهادت نوش کردن از سر ظلم ظالما، با او برادرای عزیز ما که در مزار شریف در مسجد شهید شدن، با او برادرای عزیز ما که در خانقای در قندوز شهید شدن، و او برادرای ما که اخیراً در شبهای خاص لیلة القدر در چارایی علاودین در خانقای خلیفه صاحب شهید شدن. برای همه از اینا بهشت برین استدعا میکنم و دشمنای اسلام خوار و ذلیل و زبون میخوایم. خداوند روح از اونا را شاد داشته باشه، مقام قرب خدا برشان نصیب بگردانه، شهادتشان مقبول بگردانه. خداوند بساب اونا را شفیع روز محشر بر خانواده هایشان بگردانه که انشاءالله میگردانه. علامتش همی است. سعادت در این ماه متبرک سعادت بسیار بزرگ است. من جرأت تبریک گفتن عید ندارم و مخصوصا ای عید خونینه. فقط بر شما میگم افطارتان مبارک باشه. امیدوار هستم ایام با صلح و پر صلح و صفا را سپری بکنین امرای خانواده هایتان، ایام با صلح و امنیت سپری بکنین و خداوند عید واقعی رفاه انسان از دست ظلم نفس و شیطان و همه ظالمان و ملحدان و منکران خدا نصیب ما بگردانه. ملت عزیز ما را از این خاکدان ذلت سب خداوند نجات بفرمایه. دست دعا به طرف پروردگار بلند کنیم. از هیچ کس امید نداشته باشیم جز زادر بزوزو. خدایا تو خالق ماستی، تو آفریدگار ماستی، تو رازق ماستی، تو حامی ماستی. الهی حامی حقیقی همه بینوایان تو هستی. الهی آفریدگار همه این مظلومات تو هستی. الهی دست تعاونت میخوایم. دست ما گیر که دست آویز نداریم. عذر ما پذیر که پای گریز نداریم. خدایا ما جز تو کی داریم؟ به حال سرگشتی ملت ما رحم بفرما. طوفان برادر کشی را در ملت در افغانستان ختم بفرما یا الله. یا وهاب الملک القدوس، به حرمت از او که حبیبت گفته که قلوب الناس بین الاصبعین ذات اقدس کبریایی توست. الهی بگردان قلبهای ما و همه مؤمنان و مؤمنات، مسلمین و مسلمات به طرف الهی کلمت لاوشوی توحید حضرت کبریای خود. یا الله از سر تقصیرات ما بگذر. الهی یک رهبر واقعی بری ملت بینوا و بی سرپرست نصیب بفرما. الهی از این بی سرنوشتی ملت ما را که در قفسهای بساب ظلم و تعدا و گرسنگی و بساب جهالت و استبداد زندگی میکنن، خدا تو نجاتشان بفرما. الهی از این قفسها آزادشان بکن. الهی دروازه رحمت خدا برویشان باز بگردان. همه رفته ها را بیامرز، همه زنده ها را در پناه اسمت خود داشته باش. به حرمت اسماء ایکل مخزون المکنون الجلیل اجل عظیم العظم که اننا مغلوب فانتصر به عزک و جلالک یا قدوس المقدس و تجل به خبولها یا قاضی الحاجات.
الهی خداوند نسبت به او کسایی را که ناصرین حقیقی دین نبی کریم صلی الله علیه و سلم است و بگردان ما را جمله اعوان و همکارانشان. الهی هلاک و تباه و برباد بگردان او کسایی را که خوار و ذلیل میکنن اسلام و به نام اسلام تجارت سیاسی میکنن، تجارت نظامی میکنن. الهی خداوند ما را از جمله نگردانی، بلکه ما را وسیله هدایت و رحمایی از اونا قرار بدی. و الهی خداوند الهی ارچی زودتر عجله فرما به ظهور مهدی علیه السلام و بگردان ما را جمله اوان هم کارانشان و نگردان بسا ما را جمله ظالمان و ملحدان و متجاوزان به جان و مال و ناموس و عزت و خون مردم مسلمان افغانستان و جهان اسلام. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بسا عبادتهایتان مقبول زلجلال بارگاه زلجلال بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ تا دیدار بعدی. ایام به کامتان باد. با قمیرت به کدام مذهب و آیین باشد که غنی فارغ از اندیشه مسکین باشد. دستی افتاده نگیریم همین دین باشد. پای مالش بکنیم هر کی و پایین باشد. به صف اول مسجد زیری آمده ایم. آلی آن دولک معصوم به گهواره ببین. پدرش را که به نامی شده به جاره ببین. زن مستوره و آن چادری پاره ببین. روزا در پینانی نعم آواره ببین. یکی در ماتم فرزند جوان میگرید، دیگری بحر برادر و فغان میگرید، یکی هم بر پدرش موی کنان میگرید، گویی از نو زمین و زمان میگرید. ما حضوری تو به این شور و نوا آمده ایم. آی 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 آی. هیچ در گوش دلی ناله و آی نرسید، هیچ آزرد دلی هم به پناهی نرسید، به کس از هیچ طرف نیم نگاهی نرسید. تو بایی خیش بود هر کی به شایی نرسید. سر به کف نزد تو خیبر شکنان آمده ایم. کربلا گشته چلا کو بیابان وطن شده رنگینج چی از خون شهیدان وطن. پرورش یافت در آن کس که به دامان وطن، سر و جان و تن خود ساخت به قربان وطن. ما به روحت همه اینجا به دعا آمده ایم. با تبلی با تبلی که از مادر جدا شد، ندیمان درد و غم در هر کجا شد. با تبلانی که نان آمد ندارن، سری از رد و بادین می گذارن. مسلمانان به صدق آمین بگویه. This meeting is being recorded.